اسد بیگ و فرماندار اومد اینجا گفت آقا ما اگر اعتصاب رو بشکنید روزی 1 میلیارد فروش داریم. حرف خودشونه، ما نگفتیم. از اون روز تا الان چند روز گذشته؟ 9 روز. ما بگیم آقا 20 روزش بارندگی، که بارندگی هم نداشتیم برای خودشون. 10 روز دیگه هم سرش 60 روز دولید بوده. حرف خودشون. حرف ما با اینا این است که ما که تخصص تولید شکر رو داریم، خودمون ادارش میکنیم. مدیر عامل وکیل فرماندار میخوان کارگر بشه بیکار، هم دستن با سرمایه دار، نقش اینه بشیم استثمار. کهون کارگر شده بیکار، کارگر فایستاده پشت کارگر، تو کارخونه کارمند یا ارزگر، هم دوش کارگران مرد، زنان تو سفرم فره نمرد. خلاصه آقای استاندار حتی حاضر نشد از دفترش بیاد بیرون که آقا اینا علت اعتراضشون چیه. با تشکیل شوراها در جامعه تکگویی ها به همه گویی ها تبدیل میشه. زمین و کشت و کارخونم کن شغل و مارو با من نمیدیم دشمه خواهی امروز بزرگترین مطالبه جامعه کارگری هفت‌تپه برگرداندن و گرفتن هفت‌تپه از بخش خصوصی است. معلم کارگر پای موز بگیر، مردم با حقوق بخور و نمیر، داشتن تشکل چاره کار، اگه نم میمونیم زار و نزار. شروع اصلاحی کار، انجمن سنفی ناکار، کارگر از اینا شده بیزار. کارگر رو به کجا میرسونن که به این نتیجه میرسه که دیگه زندگی ارزش زیستن نداره. تشکر آزاد و مستقل، اینه علاج مشکل. چین هفت تپه و ما به جوش، هم دزفیل اندیمش کشوش، عرب و لور و فارس، عرب و لور و فارس، عرب و لور و فارس، دیر و جبو کارگران هفت‌تپه، همه با یکیم به دست براری، لشکر کارگر و گپه، لشکر کارگر و گپه، همه با یکیم به دست براری، لشکر کارگر و گپه، لشکر کارگر و گپه. اجازه ندید این اختلافای بچگانه بینتون اختلاف بندازه. لشکر کارگر و گپه، بشوق المال احنه، ما نطی من ایدینه، عمالتنا احنا لا نستسلم ما نستسلم. کارگرای واحد دفافات همه تو میدونید سخت ترین کار توی هفته پس با 1000 وعده و وعید آوردنشون، بدون لباس ایمنی، بدون دستکش، بدون ماسک ایمنی مخصوص، سنپاشی هزاران هکتار زمین رو انجام دادن، مشکل ریوی پیدا کردن، مشکل پوستی پیدا کردن، کارشون که تموم شده اخراج. هفته میگم آقا چرا اخراجشون کردی؟ میگه خب میدونی چیه، هر سال اینا رو اخراج کردن، هر سال غلط کردن اخراج کردن.